امیدوارم که شلوارک هم پیدا نشده باشه. خب من دیروز تا شب درگیر بودم، شاسیشو درست کردم. شاسیش خودشو نمیتونه نگه داره، نگاه. البته بگم من زخامت پایین درست کردم که فقط تست کنم ببینم اندازه‌اش درسته که درست بود. نگاه اینجا رو. این مثلا میخواد دیفیوزر رو نگه داره. الان نمونه اصلیشو درست کنم، امروز بریم نقشه بگیریم. من فقط نمیدونم این چجوری باز میشه. حالا اینو باید یه جوری بازش کنیم. این چیه؟ این ورش مثلا پیچ اومد، ولی اون ورش گرده. نمیدونم. زاپاسمنده رو باز کنی. اگزوزم کلا در آوردم. ببین چه صدایی داره. لپتاپم دیشب گذاشته بودم اینجا، قایمش کرده بودم مثلا کسی نبره. قسمت‌های قبلی رو ندیدی نمی‌دونی داستان چیه. من دارم یه دیفیوزر درست می‌کنم، یه باله دستازم درست کردم، ویدیوهاش هست. و اینکه حتما ویدیو رو هم لایکش کن، چنلم سابسکرایب کن، زنگولش فعال کن، بقیه قسمت‌هاش توی چنل واسه بیا ببین. من یه روزی گذشته من طراحیشو کامل کردم. این چیزی بود که من تونستم طراحی کنم. دو قسمت، یه قسمت آبی رو داره، یه قسمت زرد رو داره که اینو از جنس پلاستیک فایبرگلاس می‌سازیم. این قسمت نمای کاره و اون قسمت قبلی هم قسمت تونل‌هایی که داریم و اینو با پیچ و هم دیگه وصل می‌شم. خب من یه دونه نمونه‌شو بسازم ببندم روی ماشین خودم به صورت دست‌ساز. اگه اوکی بود که می‌تونم حالا فایبرگلاسش یا پلاستیکش هم درست کنم. سه روزی است درگیرم. دیروز قرار بود قطعاتو بسازه، نتونست. امروز باید برم بهش بگم فایل‌ها رو بهش بدم بسازه. همین. با این فیلم از جزئیاتش براتون نمی‌ذارم. چه ساخته شد، البته به اون کیفیتی که تو نرم افزار بود قطعا نیست، ولی خب دیگه ساختیمش دیگه. دانش خونه یه خورده اینا رو باید تنظیم کنم، اینا پیچیه این قسمتش، آمادهش کنم که ببریم و بره زیر ماشین. برعکس اینو پیچش کرده بودم قسمت جلویی دو تا تونل و مجبور شدم کلا از هم دیگه جوشاشو باز کنم و جابجاش کنم و همین نشست درست شد. این نمایی که به ما میده، ببین اگزوزش بذاریم ببینیم چه شکلی میشه. دور اینا هم نوار میخوره، خوشگل میشه. ببینم چه روخی داره کارم. صفا باشن معنویات. اوف عجب چیزی شد. خب جلو بودن اگزوزم میشه تنظیم کنم، مثلا اینقدر جلو باشه، اینقدر جلو باشه، اینقدر جلو باشه، اینقدر جلو باشه، شاید هم اینقدر جلو باشه. ما چه چیزی ساختیم، تصور کنیم بیاد رو کار، اگزوز از اینجا میزنه بیرون. ببرمش کارگاه، بقیه کاراش انجام بدیم، جوشکاریاش اوکی بشه و دیگه باید سپر رو ببرم. وارد هفته دوم شد فکر کنم. الانم دو سه روزه دارم جوش میدم و وصل میکنم و اینا، که الان دیگه مشکل خورد. یعنی تایممون دیگه مشکل خورد. بعد از اون میایم بقیه‌اش رو جوش بدیم، ان شاءالله فردا سفر میبریم. دیفیوزر باید بریم زاپاسفند ماشین رو باز کنیم. نمیدونم پیچیه چجوری باید بازش کرد. برام بازش کنم. و اینکه دیگه فردا اگه شد سفر رو ببریم. برای بار 500 هم یه سفر میخوای ببریم. 500 بار رو داریم میگی فردا میخوای سفر رو ببریم. لایک کن ویدیو رو. بوکسل بنده که بریده شو فکرم پیچیه. خسرم کلا رفت. چاره دیگه البته نداشتیم دیگه. دارم کاری به تیپم نداشته باشی چون لباس کاره. قرار بره اینجا و ما الان باید جاشو در بیاریم که قشنگ من سپر کجا باید ببرم. یه حدود چند سانتی میاد روی سپر، ما پایین‌تر باید ببرم. ولی خب بازم میخوام دقیق ببرم. این چراغ رو باید باز کنم، آچار دارم یا نه؟ و اینو پشتیه رو دارم میسازم. بریم با هم دیگه جاشو در بیاریم که ببریم. تا نرم افزار بالا میاد، ابزاری که من میخوام باش ببرم سفر رو استیل بره، سنگ برش بهش میگن، حدود 1.5 تا 2 میلی‌متره. یه جوری هم میخوام ببرمش که اگه مشکل خوردیم بعدن بتونیم یه جوری اون تیکه سفر رو از پشت خودم جوشش بدم که نخوام یه سفر بگم، چون سفر شکسته است. برای این کارا نیازش داریم. قشنگ پشت اینجا داره اینجوری این نگاه کنید پیدا باشه قشنگ از کجا میره. ما روی این خطه باید ببریم، چرا قرار باید در بیارم روی خطه و تا کنار اگزوست. بیارم علامت چه بزنم؟ جاشو قشنگ در آوردم از این نرم افزار، ولی باید این چراغ رو باز کنم. خب این چه جوری باز میشه؟ خاریه. چقدر خوب، خدا خیرش بده. آچار نداشتم هیچ. این از این وری چقدر ساده. خب اینو از این سوگتاش میشه استفاده کرد برای چراغ هایی که میشه کار گذاشت روی دیفیوزر و قشنگه. مشکنو که میزنی چراغ این روشن میشه، خیلی عالیه. جای مشکل خوردیم، حتی اگه ما ادامه بدیم اینجا اینجا یه دونه سوراخ گذاشته برای اینکه این سوکته اومده. نمیدونم سوکت چیه، باز رفته برای یه جای دیگه. بعد باید یه جوری بزنیم که این خراب نشه، آویزون میشه.
فلزام حفاظ دارن برای نگاه کن اینا ذرهای پلاستیک بعد ذوبه میخوره همه دست صورت میسوزون میلی در حد صفر. چقدر زشت شد ماشین. خورده اون مشکل خوردی شاسی رو من کلا جدا کردم. این شاسی اول میخوام نگه دارم بعد قسمت تونلا واسه میشه بعد این میاد روش. اینجوری به ترتیب خیلی راحت‌تره و اندازه‌هاشون هم دقیق در میاد تا اینا یهویی یه تیکه همش بره رو هم دیگه سخت. من خورده بست و پیچ و اینا بگیرم. فکر میکردم توی همچین پروژه هایی یه سری از مسائل خیلی مهمه، یکی اون علم و دانش طرفه و دو اینکه ابزار و وسیله مثل لپتاپ یه سری از اسکنرها اینا چقدر میتونست کمک کنه. من یه جوری درستش کنم ضرب اول پیچ رو پیچ بیفته رو شاسی ماشین نخواهیم اینقدر برم بسته ایرم و زیر ماشین یه روز دو روز بمونم که آقا هم جاشو در بیارم و یه چیزی سرم کنم. بچه‌ها یه روز دیگه هم گذشت ولی خب من باید برم اون یکی دفترمو خالی کنم. فعلا اساس کشی دارم با خود ماشین. شاسیش هم اینجا زیر بستم تا باید بریم اینو برش شوش بدیم. از بار دوم قسم نخور به جونم جیجینگ. البته خیلی کج و کوله است چون که فقط با بست بستمش نگاش داشتم. تا بریم پیش اگزاسا و نهایتا هم این روش پیچ میشه باید بید بالاتر. بچه اتفاقی که افتاد من تونل رو الان نصب کردم دقیقا اون جایی که باید قرار بگیره نصب شده. این موجا دقت نکنین که اینو درست میشه و یه همچین چیزی شد. حالا لول بعدی چیه؟ هرمله بعدی اینه. اینو میذاریم اینجا. خب اگزوز اینجا مثلا نصب میشه اینا قشنگ میشینه روی اینجا و بعد اینا پیچ میشه اینجوری سفت و محکم همه سیستم هم میچسبه. بذار از دور یه نگاهی بهش بندازیم اینو چه شکلی شده. و اگزوزم احتمالا یه زانویی میخوره همونجا میره بالا. البته یه خورده ارتفاع لوله رو میاریم بالاتر چون الان بازه افتاده پایینی میره بالاتر همونجا زانو میخوره میاد میخوره پشت اگزوز. اینو فردا نوبت گرفتم اگزوزساز درستش کنه. خودم اینو یه دقیقه با پیچ میبندمش این سفت و محکم وای میسه. احتمالا از اون بهشگن این نور نئونی بالا رو پایینم اجرا کنم. حالا شاید دور این فقط دو تا دونه یا دور اگزوزش چه میدونم چیزی و اگه این اتفاق بیفته چراغ عقبش هم باید عوض کنم چون دیگه بهش نمیاد. یه ارتفاع میخواد ماشین و اگه تونستم و عمری بود و خواستم اون روگلگیریاش هم درست کنم. بچه توی این هرمله ما باید تخت گاز بدیم و توی دست اندازه بزنیم هر اتفاقی میخواد براش بیفته الان بیفته بعدا داستانش. بچه بستمش دقیقا همون اتفاقی که برای بالا افتاد داره برای اینم میفته. اولش خیلی غیر عادیه ولی یه خورده که رنگ بشه و بمونه عادی میشه. دو اینکه خورده کجه و اینو درستش کنی سمت چپش باید پایین‌تر و دو اینکه دارم فکر میکنم اگه دفعه بعدی خواستم بسازم چجوری بسازم که راحت‌تر باشه چون خیلی این سری اذیت شدم و تمام دستم خونی شد و اینجا آثار خون من هست. چیز گنگ و خوبی شد. قطعات گذاشتم اونجا رنگ بشم نگاه کن این قرار سفید بشه خودشم از روح کار چطوره؟ داریم برای نصب. خب بچه ها هفته سومه دیگه این صحنه آخریه که شما داری از این دیفیوزر میبینی و قرار نصب بشه و ماشینم خیلی کثیفه. بوده 45 روز رو نشستمش به خاطر این داستان. الان میخوام ببندم برامش کار باش دیگه فیلماشو بگیر. بقیه لوازمش هم بسازم فیلم بگیرم یا نگیرم توی کامنت برام بنویسید نظرتون حتما بنویسید. خیلی ماشین کار داره. اگه دوست دارید بازم از اینجور کلیپ ها براتون بگیرم و این ماشین رو دستکاری کنم ویدیوشو براتون بگیرم توی کامنت ها برام بنویسید لایکش کنید حمایت کنید که به من انرژی بده و بتونم بقیه کاراشم انجام بدم.